سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان، شب چهارشنبهتون به خیر. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین. پیشا پیش عید و به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. حتما تعجب میکنین دکور چرا عوض شده، این کلاه و خلاصه تشکیلاتی که دور بر من هست چیه. میخوام خدمتتون عرض کنم امروز میخوایم درباره جوانان صحبت کنیم. به خاطر همین هستش که دست خدا یه کمی تغییر کرد برنامهش و امروز یک جوان خیلی باحال رو دعوت کردیم که بیاد شهادت زندگیش رو بگه، از خدمت جوانان برای ما تعریف کنه و با شما جوانان امروز کلی خلاصه گپ و گفتگو داشته باشه و میخوایم امروز با جوانان بیشتر وقت بگذاریم و باشون صحبت کنیم. اما شما برنامه دست خدا رو میبینید هر چهارشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. به امید خدا که بتونیم امروز بهترین برنامه رو تقدیم کنیم به شما عزیزان و شما عزیزان هم برکت بگیرین. شمایی که میخواین شرکت کنید در برنامه دست خدا، همونطور که میدونید ما سوشال مدیا، خب میتونید قسمت فیسبوک رو، مسنجر، پیغام برامون بگذارید یا در تلگرام کلیسای هفت و یوتیوب، همه جا باز هست برای شما مسیج ها که خادمین عزیزی که جواب شما رو میدن بهشون پیغام بدین میخوام در برنامه دست خدا شرکت کنم به صورت زنده. و یا اگر که در ایران هستید میتونید حتما برامون پیغام های صوتی یا نوشتاریتون رو یا از طریق واتساپ برای ما ارسال کنید که ما هم در برنامه دست خدا بخونیم و برای شما عزیزان بگیم و برکت بگیریم. اما بعد از همه این صحبت‌ها بریم مهمان عزیز رو که دعوت کردیم و امروز اومده و میخواد درباره جوانان صحبت کنه بیشتر بشناسیم، ببینیم این جوان عزیز کی هستش و میخواد چی برای ما تعریف کنه. مهمان عزیز بفرمایید خودتون رو تعریف کنید، خود از خودتون بگید اسمتون چیه، چیکار میکنید اینجا؟ عزیزی برادر رضای عزیز، مرسی واسه دعوتتون. سلام گرم بکنم به بینندگان عزیز، به تمام جوانان، مخصوصا جوانان و بقیه. نوروزتون همیشه پیروز باشه، اتفاقات خوبی واسه تون تا حالا افتاده باشه، ایام خوبی تا حالا داشته بوده باشید. دنیس هستم، مسئول خدمت جوانان. خوشحالم که میتونم در خدمتتون باشم. شاید بارها تصویر منو دیده باشید، صدای منو شنیده باشید توی سوشال مدیا، توی تلویزیون، ولی از این به بعد میخوام بهتون بگم که بیشتر در خدمتتون هستم و دوست دارم که همینطور که برادر رضا عزیز گفت دوست دارید که از من بیشتر بشنوید، منم دوست دارم که خودم بیشتر به شما معرفی بکنم تا شما منو بهتر بشناسید و اینکه بتونیم چیزایی که خداوند، دست خداوند توی زندگی منم بوده واسه شما تعریف بکنم، اینکه خداوند چه برکاتی توی زندگی من، توی خانواده من آورده و همینطور توی خدمت من، تا باعث بنا و برکت شما عزیزان باشه و شما هم بتونید که از این قسمت استفاده بکنید. برادر رضا جان، در خدمت. آمین. مرسی دنیس عزیز، خدا برکتت بده. آقا ما ببین چه تیپ جوونی زدیم، حالا سنمون شاید یه کمی بالا باشه ولی تیپ جوونی هستش و خلاصه خواستیم که با جوون باحال دنیس امروز خلاصه زیاد فرقی نداشته بود. حالا سنامون هم زیاد فرقی نداره دنیس جان، درسته؟ سن من و تو هم شما هم جوان، مهم دله، واقعا فقط دل هستش که باید جوان باشه. خب قبل از این که خلاصه شهادت زندگی تو دنیس جان بشنویم، بریم یه تبلیغ جوانان ببینیم و زودی هم برگردیم. We'll be right back.
بسیار عالی. میدونم که یه دونه اینستاگرام جوانان رو اندازی شد از روز جمعه به نام جوانان آندرلاین 7 که همه عزیزان میتونن در اینستاگرام سریع اون رو خلاصه فالو کنن و از برنامه ها و از قسمت های بسیار متنوعی که دنیس و خادمین جوان و عزیزانی که در اتحاد در اون تیم ایستادن برکت بگیرین و شما هم میتونین یکی از اعضای همون تیم جوانان باشین. اما بریم بخش خوشمزه دست خدا، شنیدن شهادت. ببینیم دنیس عزیز که خدمت جوانان رو داره انجام میده، دنیس جان چطور قلبتو دادی به عیسی مسیح؟ چطور عیسی مسیح رو شناختی؟ میخوام با جوانا بیشتر راحت باشی، خلاصه اون چی که در قلبت هست با جوانا در میون بذاری تا بیشتر با شما آشنا بشن. بفرمه عزیزیت. مرسی، مرسی واقعا که این افتخار رو من دادید تا بتونم از کارهای خداوند عیسی مسیح توی زندگیم تعریف بکنم، شهادت بدم اینکه چقدر خداوند در طول این سالها هوای منو داشته، پشت من بوده، پشت خانواده‌ام، چه کارهای عظیمی توی زندگی من کرده. واقعا این لحظه رو قدرش رو میدونم و دوست دارم که با افتخار کارهای عیسی مسیح خداوند زنده رو توی زندگیم اعلام بکنم، شهادت بدم و اینکه چقدر عیسی مسیح منو دوست داشت و منو به اینجا رسونده. خب من تقریبا میتونم بگم 10 ساله که ایمان آوردم و خیلی زودم از بچگی به عیسی مسیح علاقه‌مند شدم، دوست داشتم بیشتر بشناسمش و دوست داشتم که بیشتر باهاش آشنا بشم و همینطور دوست داشتم که ازش بیشتر و بیشتر یاد بگیرم. ولی حالا این علاقه از کجا میاد؟ این علاقه ای که یک بچه، حالا میتونم بگم 14-15 ساله، چطوری انقدر به خداوند عیسی مسیح علاقه من میشه، دلیل داره. خب ما خانواده تقریبا مذهبی بودیم، یعنی مادرم اعتقادی به عیسی به اسلام نداشت، ولی خب پدرم فوق‌العاده مذهبی بود، نماز میخوند، روزه میگرفت، خلاصه همه کار که بهش گفته بودن و یاد داده بودن توی دین اسلام رو انجام میداد تا اونجایی که میتونست و خیلی اعتقاد سنگینی هم داشت توی اسلام. و ولی خب شرایط خانواده‌مون شرایط خوبی نبود، یعنی خب دعوا بین پدر و مادر خب زیاد بود و اون فضا فضای خوبی واسه یه پسر حالا 14-15 ساله نبودش و فضای خونه فضای غم بود، فضای دعوا بود، ازم به خدمتتون که فاز جالبی نبود که یه بچه بتونه بزرگ بشه و من همیشه با این غم، با این درد هر شب به رخت خواب می‌رفتم و از خداوند اون موقع نمی‌شناختم عیسی مسیح. و به خدا اسلام هم دعا نمی‌کردم. می‌گفتم خداوند توی که زمین و آسمون آفرید، توی که خدای یکتا هستی، نذار که این فضا باقی بمونه و نذار که پدرم و مادرم از هم جدا بشن. چون مادرم خیلی سختی ها توی زندگیش کشیده بود و خیلی دردها داشت، خیلی زخم ها داشت و واقعا دیگه اون شرایط قابل تحمل نبود واسش و خیلی شهادت عظیمی داشت مادرم. مادرم جزو اولین نفراتی بود که به عیسی مسیح توی خانواده‌مون ایمان آورد، یعنی اولین نفر بود و از طریق مادرم بود که همه ما خانواده به عیسی مسیح ایمان آوردیم و شهادت فوق‌العاده زیبایی داره. ولی خب این قسمت شهادت منه، اینکه خیلی دعا میکردم خداوند واقعا اگه تو زنده هستی، اگه تو خدای زنده هستی، نذار این اتفاق بیفته و نذار این غم بمونه. خیلی هر شب این دعا رو میکردم و دو تا برادر بزرگترم داشتم. برادر بزرگترم خب جوانتر بود اون موقع، همسن سال الان من بود و زیاد خونه نمی اومد و ازش خبری هم نداشتیم، دلتنگش هم بودیم، نگرانش هم بودیم و خلاصه که خانواده واقعا شرایطش خوب نبود و هر چقدر که سعی میکردیم رو به پسرفت میرفتیم. ولی روزی که یادم نمیره مادرم با عیسی مسیح توی رویا آشنا شد و قلبش رو به عیسی داد، دیدم چقدر تغییر کرد. یعنی اون زنی که
این همه درد کشیده بود، این همه مشکلات داشت، این همه زخم خورده بود، حالا شخص دیگه ای شده، چقدر پرمحبت، چقدر مهربونتر، چقدر واقعا حس زندگی رو درونش میدیدی و کلمه عیسی از زبونش نمیافتاد و کلام میخوند، روزه میگرفت. خلاصه که واقعا یه شخص دیگه شده و بعد اینکه با عیسی مسیح آشنا شده بود توی رویا و دیده بود، شفایی جاری شده بود توی زندگیش، درونش مثل یه چشمه میجوشید. و من اینو که دیدم، خب پدرم هم همینطور، دیدیم این چقدر تغییر کرده، دیگه نمیخواد از ما جدا شه و با تمام این سختی دوست داره که بمونه، پیش ما بمونه و دوست نداره دیگه، قصد نداره که ما رو ترک بکنه. و خیلی این چیز قشنگی بود واسه ما. و وقتی که اینو دیدیم، خود من به شخصه گفتم این همون خدای زنده است، خدایی که تونست مادرم رو بعد اون همه زرش و بعد اون همه سختی ها قلبش رو لمس بکنه و شخص دیگه ای بشه و نذاره که مثلا یه بچه 14-15 ساله ای مثل من مثلا بچه طلاق بشه و پدر مادرش اصلا دیگه جدا بشن. یه جوره جواب دعای من اون خدا داده بود و فهمیدم که اون خدا خدای زنده است. و این شد که من دومین نفر توی خانواده بودم که بعد مادرم به عیسی مسیح ایمان آوردم و قلبم رو بهش دادم. این دلیلی بود که چقدر من عیسی رو دوست داشتم، چقدر عاشقش بودم. از همون سن کم بیشتر از سنم میفهمیدم و دوست داشتم که بفهمم، دوست داشتم که یاد بگیرم، دوست داشتم که از همون موقع به عیسی مسیح چسبیده بودم، میگفتم ولت نمیکنم، تو خدای زنده هستی، تو بهترین هدیه رو به من و زندگیم دادی. و از اونجا شروع شد، از اونجا شروع شد که من قلبم رو به عیسی مسیح دادم، از اونجا شروع شد که دیگه هر روز بیشتر عاشق عیسی میشدم. هر روز که میدیدمش، هر روز که توی رازگاهان باهاش صحبت میکردم، واقعا مثل یک صحبت عاشقانه بود. بهش عشق میورزیدم، به عیسی مسیح میگفتم تو عالی هستی، تو فوق‌العاده هستی، تو بودی که زندگی ما رو نجات دادی، تو بودی که این ویرانه رو بنا کردی. این که میگن خدای بنا کننده هستی، عیسی مسیح، واقعا درسته و اینو تجربه کرده بودیم. و یکی از بهترین اتفاق، یکی که نه، بهترین اتفاق زندگیم بود آشنایی با عیسی. بهترین اتفاقم بود توی زندگی و همین الانش هم فکر میکنم که چه اتفاقی در حد همون اتفاق بود، واقعا ندارم توی زندگی. خیلی اتفاقات افتاده توی زندگیم، ولی آشنایی با این خدای زنده، آشنایی با این خدای مهربون و پرمحبت که بنا میکنه، که ویرانه ها رو بنا میکنه، ازم بخواد شفا رو جاری میکنه، افراد رو وصل میکنه به جای اینکه جدا بکنه، دلها رو به هم دیگه نرمتر میکنه، افراد رو تغییر درونشون به وجود میاره. این خدایی بودش که من دنبالش بودم، این خدایی بود که من دوست داشتم پیروش باشم و حتی جونم رو باسش بدم. از اونجا بود که من ایمان آوردم به عیسی مسیح و یه جورایی خدمتم از اونجا شروع شد. گفتم من میخوام شروع بکنم، من دوست دارم که در راه تو وقتمو که با ارزش ترین چیزمه صرف بکنم و زندگیمو وقف تو بکنم. و وقتی اینکه کسایی که مثل من هستن، کسایی که مثل من حالا توی اون سن بودن، شاید خیلی درد داشتن، خب دوا و جرابه توی هر خونه ممکنه باشه و اون آقا ترخی، اون فضای غم ممکنه توی هر خانواده باشه و همه بچه ها اینا کم و زیاد تجربه کرده باشن. دوست داشتم که اونم اینو دریابن، دوست داشتم این هدیه رو اونم دریافت بکنن، آزاد بشن از غم، از غصه، از افسردگی، از بدبختی آزاد بشن، از هر چی چیز مذهبی و ازم به خدمتتون خرافات آزاد بشن، فکرشون آزاد باشه، شاد باشن. دوست داشتم اینم بهشون هدیه بدم. گفتم با خدای خودم عهد بستم، گفتم خداوند تویی که اینو به من هدیه دادی، منم دوست دارم اینو به بقیه هدیه بدم. تویی که اینو این کارو واسه من کردی، من دریغ نمیکنم. اونا رو یعنی وقتی توی رازدانم دعا میکردم راجع به این موضوع، خیلی به دلم این نشست و با درد، یعنی به خداوندم میگفتم خداوند خیلی هستن مثل من هستن،
و من دلم به درده که اونا توی افسردگی هستن، اونا توی زجر هستن، اونا توی بدبختی هستن و هر روز هر روز هر چقدر تلاش میکنن، هر چقدر زورشون رو میزنن، رو به زوال میرن. دوست دارم که تو هم با اونا آشنا بشی و اونا هم با تو آشنا بشن و قلبشون رو به تو بدن، تو از چیزایی که تو بهشون میدی، که به من دادی، شادی، زندگی عالی، زندگی پر از امید، خالی از هر کینه، خالی از هر تنفر، خالی از هر بدی، مملو از محبت، دوست دارم که اونم اینا رو دریافت بکنم و نام تو رو جلال بدم. فقط و فقط همین، نام تو عیسی مسیح توی دنیا بره که تو کی هستی و چه کاری کردی. دوست داشتم که اینو با بقیه هم به اشتراک بزن. از همونجا شروع کردم با همون سن کمم، خب به خاطر شرایطی که خانواده‌ام داشت نمیتونستیم با هم ایمانداریای خودمون رو پیدا بکنیم، باشون ارتباط برقرار کنیم، خطرناک بود، دوست نداشتیم که توی خطر بیافتن. یه حس تنهایی اونجا درونمون به وجود اومد. وقتی که پدرم هم به عیسی مسیح ایمان آورد، شهادت این که پدرم هم چجور به عیسی مسیح ایمان آورد، اونم شهادت خیلی فوق‌العاده و زیباییه و از شنیدنش لذت می‌برید. ولی وقتی که پدرم به عیسی مسیح ایمان آورد، دوتا داداشای دیگه هم به عیسی مسیح ایمان آوردن. داداش بزرگم چقدر تغییر کرد، دیگه بیشتر با خانواده وقت می‌ذاشت، دیگه با خانواده‌اش بود، به رفیقاش فشار نمی‌داد، زندگیش تغییر کرد. یعنی این خانواده دوباره زنده شد فقط به خاطر یک عیسی مسیح. خب ما خانواده‌مون شرایطی بود که نمی‌تونستیم با هم ایمانداریامون ارتباط بگیریم و توی تنهایی بودیم. یعنی همسایه‌های میتونم بگم فضولی داشتیم و دشمن زیاد داشتیم و دوست نداشتیم که جون دیگران هم به خطر بندازیم. ولی خب خدا رو شکر، خداوند برکت به ایران داد از طریق ستلایت، از طریق شبکه 7. اون موقع که من ایمان آورده بودم هنوز شبکه 7 تأسیس نشده بود و شبکه محبت بود، نجات بود و ما از اونجا تغذیه می‌شدیم. از اونجا بود که شروع میکردیم یاد گرفتن، کلام رو میخوندیم، دعا میکردیم و میشستیم یاد میگرفتیم پای تلویزیون و همونا رو سعی میکردیم انتقال بدیم. وقتی که به کسی بشارت میدادیم، با کسی روبرو میشدیم، تا اینکه شبکه 7 تأسیس شد که شوشومونس اون اوایل یادم نمیره میگفتش این آدرس این ماهواره رو چاپ بکنید به بقیه بدید، بذارید که اونا هم با ما آشنا بشن. من اینا تو قلبم بود که میخوام خدا رو خدمت بکنم، چیکار بکنم خدا رو ده. آها، این یه دونه کاری میتونم انجام بدم. حالا با کسای کلیسای خونگی نمیتونیم مثلا بریم و بیان به خاطر شرطمون، ولی این کار رو میتونم که بکنم، این کار رو که میتونم انجام بدم. این همون شادی دوباره درونم به وجود اومد، خدا رو شد میتونم یه کاری واسه مرکوز خدا رو انجام بدم. و پای تعالیم نشستیم، همونا رو میرفتیم انتقال میدادیم و یادم نمیره خب سنمون بیشتر رفته بود بالا، اون موقع مثل الان سوشال مدیا انقدر گسترده نشده بود و کمتر کسی هم گوشی یا اسمارت فون داشت و برنامه‌ای مثل اینستاگرام اینا نبود، فیسبوک بود، توییتر بود، برنامه‌ای مثل لاین هم بود، لاین بازه داشت. کسایی که میدونن چه برنامه‌ای بود میدونن که دارم از چی صحبت میکنم. اون موقع لاین خیلی روی بود و همه از لاین استفاده میکردن، ولی میخواستم که خدمت رو شروع بکنم و میرفتم آدرس شبکه 7 رو پخش میکردم و یادم میاد سنم بالاتر رفته بود، خب آزادیام بیشتر شده بود، با دوستان قرار میذاشتم، باشگاه میرفتیم، این بر میرفتیم، اون بر میرفتیم، به همه دوستانم هم بشارت داده بودم و گفته بودم که عیسی مسیح چه کاری توی زندگیم کرده بود. و یادم میاد توی بشارت دادن از پارک شروع کرده بودم و یه نفر بودم روز اول، ولی روز آخری که داشتم میرفتم 7-8 نفر شده بودیم و هر کدوم گوشه توی پارک بودیم و بشارت میدادیم، صحبت میکردیم با بقیه جوونا، با بقیه همسن و سال خودمون. یعنی فکر میکنم بیشترین دوره‌ای که من با این اون ارتباط زیاد میگرفتم همون موقع بود. یعنی هر کسی رو که میدیدی میرفتم باهاش صحبت میکردم، برخلاف شخصیت هم که کم رفیق میشم، کم دوست میشم، ولی به خاطر عیسی این انجام دادم. و یادم میاد خب
15 سالم بود اولین بشارتی که من دادم به دبیر فارسیم بود و رفتم که باهاش صحبت کردم توی سر کلاس جر و بحث میکردیم، ازم به خدمت دراج اون از اسلام میگفتم، از مسیحیت میگفتم، از عیسی میگفتم، به سری تنها شدیم و وقتی که بهش بشارت میدادم دوباره از عیسی میگفتم به این گفت کلت بو قرمه سبزی میده ها. من اون موقع درک نمی کردم یعنی چی کلت بو قرمه سبزی میده. فکر میگم دیشب مثلا شام قرمه سبزی چیز خوردم یادم نمیاد من قرمه سبزی، ولی الان میفهمم چی میگفت. و ولی با این حال ما اون موقع کتابای بود 1009، افراد عزیزان میدونن انجیل 1009 قرمز رنگ بود، نمیدونم رنگش رو زیاد تشخیص نمیتونم بدم. ما میگفتیم انجیل از این کتاب لواشکی بهش میگفتیم. آره رنگ لواشک. آره آره یادم یاد از اونها داشتم و بهشون رفتم بهش دادم و گفتم بخون شاید قلبت لمس شد و شاید چیزهای جدیدی دریافت کردی و خداوند قلبت رو لمس کرد. و از عیسی که میگفتم که خدای زنده است دیدم یه دونه زیرگوشی زد به سوت زیر گوشم چرخید، دومیه که اومد بزنه جا خالی دادم و اونجا بود که همونجا بحث بسته شد. ولی خب بعدم باز با هم دیگه صحبت کردیم، باز با هم دیگه چیز کردیم. عزیزان میدونم حالا کسایی که از من الان جوانترن در 80 هم میدونم نمیدونن اینا، ولی کسایی که هم سنسار ما یا قبل‌تر از ما هم در 60 ها معلم ها در بیجا زیاد بچه ها رو کتک میزنن. آره. اصلا ضرب و مثل بود دنیس چا میگفتن تا چوب استاد نخوری حساب یاد نمیگیری تربیت نمیشی. اصلا دیگه هر روز کتکه بود دیگه برقرار بود. آره آره اون موقع ما زیاد چیز میکردم، بعضی بود را به را میزدن، بعضی دلیل داشتن میزدن، ولی خلاصه اولین نفری که بشارت دادم دبیر فارسیم بود. الان نمیدونم آیا واقعا قلبش رو به عیسی مسیح داده یا نه، امیدوارم که عیسی مسیح شناخته باشه و قلبش رو داده باشه و هر جایی که هست تنش سلام از زندگیش پر از امید باشه. ولی خدمت رو اینجور شروع کردم، یعنی کسی رو نداشتیم ولی اشتیاق داشتیم، ولی عاشق عیسی مسیح بودیم، عاشق کسی بودیم که زندگیمونو بنا کرده بود، زندگیمونو ساخته بود و زندگی شادی داشتیم با تمام سختی ها و دشمنی هایی که داشتیم، ولی این خانواده شاد بود کنار هم دیگه. این خانواده دوباره به وسیله عیسی مسیح جون گرفته بود و واسه عیسی میخواست حتی جونش هم بده. خلاصه که خدمت رو اینجور ما شروع کردیم و تا الان و رسید به بخشی که ما بعد از ایران در می اومدیم و خداوند رویایی داد به خانواده‌مون که دیگه به خاطر دشمنی‌های زیاد و شرایط اون موقع خانواده‌ام دیگه جایز نبود که توی ایران بمونیم و خداوند این دید رو داد، این رویا رو به ما داد که از ایران در بیایم، چون نقشه‌های دیگه یا برای ما و خانواده‌مون داشت. و همونجا بود که سختی‌ها دو برابر شد، طوفان‌ها بسیار زیاد شد. یعنی میتونم بگم قبل رکود اقتصادی ایران بود، هنوز اون موقع دلار 1100 تومان اینا بود، الان که دیگه سر به فلک کشیده، ولی از اون موقع داشتیم ما توی فکر این بودیم که مهاجرت کنیم، توی فکر این بودیم که از ایران در بیایم. خیلی سختی‌ها توی زندگیمون اومد، بی خانمانی کشیدیم، آواره شدیم این و اون و سختی پول کشیدیم، سختی های ترس از جان، ترس از اینکه اتفاق واسه خانواده‌مون بیفته شد، جدایی حتی من مادرم و برادر بزرگترم تونستیم اول اصلا از ایران خارج بشیم و پدر و اونه که برادرم تو ایران موندن به خاطر یه سری مشکلات و مسائل. ولی خداوند وقتی وعده یا میده یقین بدونید که انجام میده. وقتی خداوند رویایی بهتون میده اون رویا رو توی ذهنتون بسپارید، اون رویا رو توی ذهنتون بسپارید، چون همون اتفاق خواهد افتاد. خدای قادر مطلق، خدای زنده، اون چیزی که میده، اون دید و رویایی که بهتون میده، وعده‌ای که بهتون میده، سر وعدش میمونه. مهم نیست شیطان چه سنگایی میندازه، مهم نیست چقدر دشمنی داره، مهم نیست شرایط چقدر دشواره واسه تون،
هی میری جلوتر سختی ها بیشتر میشه، میگه خدایا مگه خواست تو این نیست؟ پس چرا این همه اتفاق بد داره میفته؟ هر روز جلوتر میریم بدتر و بدتر میشه. شک ها میاد، ولی شک رو به دلتون راه ندید، احساساتتون رو کنترل کنید و تصویری که خداوند بهتون داده رو هر شب مرور کنید که خداوند چه رویایی به شما داده. و همین هم باسه ما شد، خیلی سختی ها شد، خیلی بیخانمانی ها، خیلی دشواری ها اومد، چندین سال طول کشید ما با این وضعیت زندگی میکردیم، ولی وقت خداوند رویاش رو به ما داد میدونستیم که انجام میشه و انجام هم شد. اومدیم این و یکی دو سال هم دعا میکردیم که پدر و برادرم بیان و کلیسای آلمانی رفتیم. خلاصه که خیلی دعا، خیلی در دعا بودیم، در روزه بودیم، برادر خواهرای ایمانداریمون هم در دعا در روزه بودن و خداوند انجام داد. اصلا معجزه آسا بود خروج پدرم و داداشم از ایران، معجزه آسا بود و فوق‌العاده خداوند دستش تو این قسمت بود و تونست که اونا رو صحیح و سالم پیش ما بیاره تو دوباره این خانواده یه دونه خانواده بشه، این خانواده‌ای که اصلا جدا شده بود دوباره به هم بپیوندن و این خانواده دوباره بنا بشه و کنار هم دیگه قرار بگیرن. خلاصه که از این موقع به بعد دیگه سنمون رفت بالاتر، دیگه پیر شدی دیگه همچین دیگه من... سنمون رفت بالا، مثلا الان 60 سال 70 سال 80 سالته نه دیگه، نه من که 24 سالمه، ولی خب من از این که هی هر سال جلوتر میرفتیم واقعا پخته تر می شدیم، هم در روح هم در کلام و هم از لحاظ ذهنی. یاد گرفتم که باید جور دیگه مسائل دیگه رو ببینم، یاد گرفتم که فقط این نیستش که من عاشق خدا باشم، کلام رو بخونم، دعا بکنم و تمام شد، برم حالا به این اونم بشارت بدم. این نیست، خداوند نقشه ای داره واسه تو، خداوند دلی داره واسه تو، اینه که میخواد که تو درست رشد بکنی، درست تجهیز بشی، درست محافظت بشی و تا بتونی تو این جنگ، تو این میدان نبرد آسیب نبینی و درست خدمت بکنی و پیروز بشی. این چیزی بود که یاد گرفتم رفته رفته، این که مسئله شاگردی رو یاد گرفتم، این که باید اول یاد بگیرم تا قبل این که برم به کسی یاد بدم، باید اول فروتن بشم قبل این که بخوام دیگران واسه من فروتن بشم، باید اول از همه از خودم شروع بکنم تا تغییر رو توی اطرافیان و در نتیجه توی مملکت و کشورم ببینم. این چیزایی بود که یاد گرفتم و از اون موقع دارم روش کار میکنم. خداوند به من بیشتر بده، بیشتر بده. دوست دارم که برای تو خدمت کنم و دوست دارم که برای تو کار انجام بدم، ولی اصولی، ولی همون چیزی که در کلامت نوشتی و همون جور که خودت میخوای خداوند، نه به خواست من، به خواست تو. دوست دارم همون جور که تو میخوای انجام بشه. لبیک رو بهش گفتم، بله رو بهش گفتم و خودم رو سپردم بهش. این شهادت زندگیم بود، این که چجور ایمان آوردم و چجور خدمت رو شروع کردم. مرسی. اگه سوالی هست سوال که زیاده، میدونی که ما از جوانا خیلی سوال میداریم، مثلا چطور شد، اینجوری شد، اونجوری شد، حالا تعریف کن. خلاصه کلی سوالا رو من نوشتم، اگه بتونیم که تایم برنامه جواب بده به همه سوالات خواهیم رسید. اما قبل از این که به سوالات جواب بدی دنیس جان، مرسی برای شهادت پربرکتی که گفتی. واقعا من خودم خیلی برکت گرفتم که چه پروسه سختی رو سپری کردی، ولی چقدر قشنگ تعریف کردی که خدا رو چطور اومد تو زندگی، چون خودت خواستی و در اون شرایط دعا کردی و از خداوند خواستی که خانواده و زندگی و پدر و مادر رابطهشون قوی بشه و تو هم چقدر نقش داشتی در این مسیر، چون که در دعا بودی و در حضور خداوند میرفتی و خداوند قلب تو دید و خداوند این برکت رو در زندگی شما جاری کرد و مادر قلبش رو داد به عیسی مسیح. چقدر قشنگه که مادر تأثیر به سزایی داره بر روی رفتار فرزندان و خانواده. مادر بیشترین و بهترین نقش رو میتونه داشته باشه و از اونجا بود که قلب مادر که به مسیح داده میشه
شما هم تحت تاثیر رفتار و کردار مادر و اون قلب زیبایی که خداوند به مادر داده بود تحت تاثیر قرار میگیری و تحقیق میکنی و عیسی مسیح رو میاری در قلب و زندگی. و من میخوام از همینجا دنیس جان از مادر و پدرم دعوت بکنم که در برنامه دست خدا حتما بیان شهادتشون رو بگن. اینقدر قشنگ تو تعریف کردی و میدونم که داستان مامانم خیلی زیبا هستش و همچنین بابا که چطور قلبش رو به مسیح داد. حتما حتما سلام منو بهشون برسون و بگو خلاصه شما دعوت شده هستین، هر موقع که دوست داشتین پیغام بگذارید، با هم دیگه گپ و گفتگوی داشته باشیم و یک زمان و یک تایمی که خداوند تعیین میکنه در برنامه دست خدا بیان تا ما هم برکت بگیریم. خب بریم یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، یک ترانه جوان پسند بسیار زیبا که هم من هم دنیس جان خیلی دوستش داریم به نام ادمال گروه تیک تاک هستش به نام بو سرد، بریم بشنویم ببینیم و لذت ببریم و برگردیم. بفهم سرده کابچنم کو حتی پولی برم باشه ممنون، دوست دارم سری بزنم بیرون آخه میترسم که برف و آب بشن زود، سرده این شال منه که سرده میاد به تنه بیب جا تو دست دو جیب آبو تو بغرم میگیرم اده شیک و مجلسی ها میکنیم بخار میاد بی بخاری یا خدایی ها من خیلی بامزه زمسون فز رفی ایگه لامزه برف بازی مشتاقشیم جکسیم شوخی های پشوانتی دوتا پر رو لجباز برشیم شون رو برفا شرق بنیم تحمل کی بیشتر لختو سرما سوگو لما شب شله کنیم قهقه و جیغ بدگر خوری دستم احساسی آقا جاش سفت نداره نه آقا داره ریت به این شورو بریم موضوع به این خولو جری هستی بریم برو بریم برو انریکو دری مورو جنی لو جیزی و کلکسی یون کن ببین ما عمال میکنیم مثل اونا کلو نری شرم تو گیلاس ها وقتی میشیم ما تشنه به بدنمون گرما میدیم با لفتش زون زیر پوزن ها که بینی یا قرمه سرده کابچنم کو حتی یه پولی برم باشه ممنون، دوست دارم سری بزنم بیرون آخه میترسم که برف و آب بشن زود، سرده این شال منه که سرده میاد به تنه بیب جا تو دست دو تو جیب آو تو بغرم میگیرم اده میریزه چیکی چیکی قمی لوی در دیوار تو دست تو هم از اون کندی یا کندی شو من هم از هرچی فرم رسمی باشه در بیام اینا رو نمیبینی تعطیلات به تعطیلات این گونده سفیدا رو میبینی داره میاد تو صورتت نقص اصلا چیزی نی سرده چشا خوابی دارن همه داستان دارن ما هم داریم با هم نه مجبورم بگنه تو خونه جلو شومینم لش بودم نه اینجا تو سرما تو پیست و رو برفا ترجی میدم الان بودم دیسکو تو برفا فکرشم که تز بدم که بریم شهل برفا نصفشم یه تز بدم که بریم همه دمس و ما رو دریا هستم این بیس ما جداییم حالا ببین وقتی بریم توی پیستا کجاییم دستو دو تا جیب ما چهار تا دشت دو تا جیب با ما با هم رو دستایی من آماره تو کجا دولا که میگفو بری کو آخه بیرون رو نمیدونم من بری شاید تو باشه من که پاس چند تا شرق چند تا هم و بودا پس خوراشون تو راه میگم که کولا که هوا زیر مینی ما لفا قرمز جوری که انگار بودی میشه گیری ما انقدر دوست داشتنی نباش ما فی تو رو یادی فرس قشنگیه ولی واقعا خیلی سرده تیک تاک از همین جا رسو میکنه که دیگه هیچ کارتون خوابی نباشه مخصوصا تو این فصل خوش بگذره
خیلی بار بود سرده. خیلی گروه دوست دارم واقعا، گروه سالم، جوانای خیلی باحال. دنیس مرسی برای انتخاب، خدا برکتشون بده. چقدر جوانا باحال هستن وقتی که میری تو گروهشون، تو جمعشون، اصلا کیف میکنی، احساس شادی میکنی. دل جوان دل بسیار شادیه، دل پر از قوت و برکت و نور خدا هستش. و چقدر خوب هستش که بری جوانا رو درک کنی، دستشون رو بگیری، کمکشون کنی و بیاریشون تو جمع صمیمی خودت. و به حساب زیاد بهتر هستش که دیگه گیر ندین آقا چرا اینقدر جوانا رو اذیت میکنی، مخصوصا بزرگترها، پدر مادرها. والا دل جوانا خیلی دل بسیار صمیمی و گرمی هستش. و برید بشینید درد دلاشون رو گوش کنید، داستاناشون رو گوش کنید. و خدا رو شکر برای این خدمت جوانان که دنیس عزیز این خدمت رو پیش گرفته. میخوام تبریک بگم دنیس جان، تو این دل و قلب رو خدا به تو داد، رویا رو خدا به تو داد و این خدمت رو لبیک گفتی و رفتی جلو. و میدونم که جوانای بسیار زیادی امروز که دارن این برنامه رو به صورت لایو میبینن مشتاق هستن که با شما همکاری کنن. ولی چطوری؟ چطور میتونن وصل بشن؟ شما این تایم رو داری دنیس جان که توضیح بدی در مورد خدمت جوانان، در مورد جوانایی که میخوان به شما وصل بشن، بیان تو جمع شما، تو گروه شما و اون برکت هایی رو که براشون در نظر دارید تا به عزیزان خدمت کنید. بفرمایید. عزیزی، خب جوانا همونطور که گفتید، حالا این موزیک ویدیو هم من خیلی دوست داشتم و یکی از بهترین موزیک ویدیوهایی که خودم گوش میدادم همیشه. سرما هم که داره میره، بهار میاد، ولی خب کسایی که سردشونه کازون خواهند درکشون بکنیم. ولی خب جوان جوانه، دوست داره که جوانی کنه، دوست داره که شاد باشه، دوست داره که کم بهش گیر بدن. اونطور که شما گفتید، عالی گفتی برادر رضا، حرف دل ما رو کم گیر بدن دیگه به جوونا و اینکه آقا اینجور رفتار کردی، اینو پوشیدی، اینجور مو گذاشتی، اینجور مو تو بستی، این کارو کردی، اون کارو کردی، چقدر گیر، چقدر کم بدبختی کشیدن تو ایران، کم مصیبت داشتن، کم فشار داشتن، ما هم از این ور یه زخمی هم نمکی هستیم روی زخمشون. جوانای ایران خیلی خداوند دوستشون داره و خیلی نقشه‌های عالی واسه شون داره. دوست داره که از بندها آزاد بشن، دوست داره که شاد باشه، دوست داره که دلش همون دلی باشه که خداوند میخواد واسه برنامه‌ریزی کرده باشه، آزاد از هر چیزی، آزاد از افسردگی، آزاد از غم، و بره و جوانی کنه و برای خداوند بدرخشه. ما راهای پیجی رو زدیم، پیج جوانان هفت، آدرسش هم خب در طی این برنامه زدید. و میخوام اولش بگم که چجور این خدمت رو من رویاش رو گرفتم. خیلی در دعا بودم که خداوند قلبم رو لمس کن، خداوند دوست دارم این دلم به درد واسه جوانای ایران، واسه کسایی که همسن و سال خودم هم. میخوام که با تو آشنا بشن، میخوام که اونا هم شاد باشن دیگه، بس غم، بس غصه. خداوند دوست دارم که اونا رو هم آشنا. و رویایی داد خداوند به من، رویایی که استادیومی که مملو از جوونه و یک صدا نام عیسی رو صدا میکنن. و این رویا رو وقتی با کش شماز هم در میون گذاشتن، رو همینه، این خدمت بیا بپذیر و شروع بکن و جوونا رو با بیار توی کلیسا، بیار با کلیسا آشناشون بده، بگو که کلیسا جاییه که میتونن روش بکنن، میتونن ازش استفاده بکنن و میتونن دل و دید خداوند رو بگیرن و توی کلیسا واسه خداوند بدرخشن. ما پیج زدیم، پیج جوانان هفت توی اینستاگرام. خب بعد از شما میدونید دیگه توی ایران چه چیزی بیشتر از همه طرف داره اینستاگرام دیگه. دیگه اکثر جوانا، حتی غیر جوانا، پدر مادر هم حتی توی اینستاگرام زیادن. و 24 یعنی توی این سوشال مدیا، توی یوتیوب و جای دیگه هم هستن، ولی توی اینستاگرام وقتشون رو زیاد صرف میکنن. دوست دارن که کلیپ های کوتاه ببینن، تاثیرگذار، کلیپ های بامزه، سرگرم کننده، خنده دار بعضن. و خیلی دوست دارن که چالش ها رو خیلی دوست دارن. من میبینم مثلا این اونکی رو استوری میکنه، چالش میذاره و
آره این کار چالش چای بود، خیلی چالش ها بود که جوان ها توش شرکت کردن و حتی کسایی که جوان نبودن ولی دل جوانی داشتن توی اون چالش ها شرکت کردن. مردم مخصوصا جوان ها دنبال شادیه، دنبال اینه که شاد باشه، دنبال اینه که دیگه قصه نخوره، دنبال اینه که یک دقیقه راحت باشه و وقتی با کسی میره حرف میزنه یا توی سوشال مدیا میره جایی میره دیگه از غم و غصه خبری نباشه، چیزی باشه که دلشو بخندونه، چیزی باشه که حرف دلشو زده بشه. و این پیج رو ما زدیم و این پیج فعالیت خیلی گسترده ای انجام میده، خیلی گسترده، خیلی برنامه‌های متنوع، برنامه‌های شاد داریم براتون، برنامه‌های بسیار عالی داریم براتون، بازی و سرگرمی داریم، برنامه‌های مهیج داریم، شباهنگ داریم، لایو میریم، ارتباط نزدیک، مشارکت. اینجور نیستش که فقط مثل گذشته یه وایس میره بالا صحبت میکنه شما گوش میدید بعد نباید هم حرفی بزنید، نه این دل ما نیست. دوست داریم از شما بشنویم، ما دوست داریم که خداوند اون چیزی که به دل تو جوان داره ما هم بشنویم. ما میخواییم برکت بگیریم این دفعه از تو، بیا این میدون دست تو، بیا که با ما همکاری کنی. یه سری مسائل هست که با هم دیگه جلو میریم، یاد میگیریم از هم دیگه، هم شما از ما یاد میگیریم و هم ما از تجربیات شما یاد میگیریم. ولی بدونید که این نسل، نسل جوان، نسل آینده ایران، نسل آینده کلیسای ایران، نسلیه که بهتر از نسل قبل کار خواهد کرد، بدون هیچ تفرقه، بدون هیچ مسئله و دعوایی، بلکه با دیدی که خداوند به ما میده، عشقش، عشقی که خداوند به ما میده و اینکه همدیگر رو درک بکنیم، من جوان توی جوان رو درک بکنم، میتونیم کلیسایی بسازیم که خداوند میخواد، میتونیم از اون طریق مملکتی رو بسازیم، کشوری رو بنا کنیم که خداوند میخواد، که محبت خداوند از طریق من و تو جاری میشه توی کشور، توی مملکت، توی خونه ها. این پیج پیجی نیستش که فقط ما برنامه تهیه میکنیم و در اختیار شما میذاریم، بلکه شما هم با ما همکاری دارید. اگه دلت اینه که خداوند رو میخوای خدمت کنی، دلت اینه که میخوای توی کلیسا باشی، میخوای رشد بکنی، میخوای یاد بگیری، شاید نوعیمانی میخوای یاد بگیری، خیلی چیزها رو نمیدونی و غرورت نمیذاره یا یه سری مسائل رو تجربه کردی که دیگه شخصیتت نمیذاره که بری از بزرگای کلیسا بپرسی، از جایی بپرسی که تو رو درک نکنن، تو رو نفهمن، تو رو نتونن اونجور که تو میبینی مسائل رو ببینن. اینجا جاییه که ما میتونیم تو رو درک بکنیم، ما میتونیم تو رو بهتر و بهتر، همونطور که اون مسائلی که تو داری ما هم داشتیم، همون مسائلی که مشکلاتی که تو داشتی خود ما هم داشتیم، مسائل توی روابط بین دختر و پسر، مسئله ازدواج، مسئله دوستی ها، مسئله شغل، آینده کاری، تحصیل و خیلی چیزهای دیگه، تشکیل خانواده، رفاقت ها، دوستی ها، همه اینا رو ما میتونیم با همدیگه جلو بریم، از تجربیات همدیگه یاد بگیریم و از همدیگه یاد بگیریم. دوست دارم که دعوتت کنم به این پیج، به این خدمت. ما خدمت رو از اینستاگرام شروع کردیم، قدم اوله و همونجا با همدیگه آشنا میشیم، همونجا با همدیگه وصل میشیم و از همدیگه میشنویم. برنامه‌های خیلی متنوعی رو داریم، سرگرمی داریم، میتینگایی رو داریم که هم توی اینستاگرام هست و در آینده توی زوم هم مشارکتایی رو خواهیم داشت که از نزدیک میتونیم همدیگه رو بهتر و بهتر آشنا بشیم. و واسه کسایی که دنبال تعلیم هستن، واسه کسایی که دنبال این هستن که بیشتر از کلام یاد بگیرن، بیشتر مشکلات جوونیشون رو، مشکلاتی که توی دوران نوجوانی و جوانی باهاش برخورد میکنن و بزرگترها درک نمیکنن، ما درسایی تهیه کردیم که به زودی در دانشگاه هفت آغاز میشه و شما میتونید اونجا ثبت نام بکنید، کورس ها رو بعد دارید، دستا رو ببینید، هم ویدیو هست و هم فایلاش هست که شما عزیزان یاد بگیرید و توی زندگیتون پیاده بکنید. میخوام بگم که اینم ایدی برادر رضا بنده است به عزیزان، هم درسای عالی داریم توی دانشگاه میتونن به ما بپیوندن و هم این که بعد اید جلسات زوم رو خواهیم داشت، مشارکت نزدیکی رو با عزیزان داریم. اونجا مشارکت به این صورت نیستش که من میام
تعلیمی رو به شما میدن و شما گوش میکنید، نوت میگیرید و میرید. نه، این رابطه، رابطه دو طرف است. دوست دارم که از شما بشنویم، دوست داریم که از شما یاد بگیم، دوست داریم که با شما بیشتر آشنا بشیم و همینطور شما با ما بیشتر آشنا بشید و یه مشارکت نزدیک و جوامعانه با هم دیگه داشته باشیم. این خدمت خدمتیه که خدمت من نیست، خداوند رویا رو داده، ولی این رویا برای همه است، این خدمت برای همه است و میخوام دعوتتون کنم که به این خدمت بپیوندید و به زودی و به زودی با خیلی از شما همکاری خواهیم کرد، با خیلی از شماها آشنا خواهیم شد و از شما بیشتر میشنویم و بیشتر با هم دیگه همکاری میکنیم. کارهای بسیار زیادی داریم، کلیپ های قرار رو با هم دیگه بسازیم، خیلی کارا، ولی خب در آینده نزدیک بیشتر میشنوید. پیج رو حتما دنبال بکنید، جوانان آندرلاین 7 حتما فالو بکنید، به عزیزانتون معرفی بکنید، کسایی که میشناسید دل جوان دارن معرفی بکنید، دعوتشون کنید و بگید حداقل یک بار به پیج ما سر بزنن ببینن، یه بار که یه 5 دقیقه سر بزنن ببینن پیج چجوریه، برنامه ها چجوریه و اگه خوششون نمیاد میتونم برم، ولی مطمئنم که خوششون میاد و مطمئنم که این ارتباط نزدیک و نزدیکتر میشه. آمین، مرسی، چقدرم عالی. پس جوانان بشتابید، محدودیت سنی هم ندارم، حالا فکر نکنید که مثلا من که مثلا سنم حالا مثلا 18 سال 22 سالم هستش مثلا دیگه نرم 18 سال و مثلا 200 ماه نه عزیزم، این پیج برای جوانان هست، ولی شما هم که سنتون هم سن من هست یا بالاتر هستش میتونید برید برکت بگیرید. جوانان دیگه حتما، شما یه جوانی دارین در خانواده یا در قومتون در همسایگیتون، میتونید این پیج رو معرفی کنید، بگید که دوست عزیز یا مثلا عزیز همسایه همچین پیجی رو ما میشناسیم، برنامه های متنوع داره، همونجور که گفتی مسابقات درش خواهد بود و لایو ها رو من خیلی دوست دارم که با جوانان لایو بذاری، صحبت کنین، از دردهای خودشون بگن و راه چارهایی که به حساب میشه کمکشون کرد. چقدر عالی هستش که این برنامه ها رو شما دارین و چقدر عالی درس ها و کورس هایی که توی دانشگاه گذاشتین. جوانان عزیز میتونن وصل بشن، اونها رو بخونن، یاد بگیرن و در مسیح خداوند رشد کنن. خدا رو شکر. میدونم که حتما برنامه های بسیار متنوع دیگه، برنامه های تلویزیونی دیگه هم در آینده خواهید داشت و این ایدیت هم که دیگه خلاصه زود جلوتر به قول معروف تقدیم کردی به همه جوانان و خیلی هم خوشحال شدم. خدا بهت برکت بده، مرسی که تو برنامه ما شرکت کردی و کلی برکت گرفتیم. حالا چیکار کنیم با این همه سوال؟ البته عزیزان چند نفری فرکانس شبکه 7 رو خواستن که از طریق ماهواره بخوان این شبکه رو دریافت کنن. من فرکانس رو خدمتتون عزیزان اعلام میکنم، میخواین یادداشت بکنین، فرکانس شبکه 7 الان روی ماهواره 100 هستش، 11958، پولاریزیشنش هم عمودی هستش، یعنی ورتیکال وی تو تنظیمات که میرین اچ رو نزنید، هوریزونتال وی رو بزنید تا شبکه رو به دست بگیرید. یه بار دیگه فرکانس رو میگم، 11958 پولاریزیشن عمودی ورتیکال ماهواره 100. دیگه خدمتتون عرض کنم که درخواستای دعا هم که میدیم به تیم دعا عزیزان، چون که فرصت نداریم الان تمام اسامی رو بخونیم. و یه سوالی هم که کرده برادرمون مهیار از آلمان در مورد شماره حساب بانکی، هنوز شماره حساب بانکی اعلام نشده عزیزان، ولی ما یک شماره واتسابی هستش که کشیش هادی تایماشو گذاشتن، در اون تایم فقط زنگ بزنید و شما راهنمایی میکنن که هدایاتون، هدایای مالیتون 10-1 و هدایا رو کجا واریز بکنید، به چه شماره‌ای کمکتون میکنن. تا زمانی که اون شماره اصلی بیاد اون موقع ما تبلیغ خواهیم کرد و همه سوشال مدیا خواهیم گذاشت. اما میخوام یه خبر خوش بهتون بدم عزیزان در این دقایق آخر، یه خبر خوشم بهتون بدم. روز شنبه که عید نوروز هستش ما برنامه لایو داریم. خلاصه اگه خواستین روز نوروز و خلاصه جشن بگیرید و خلاصه با در کنار خواهر برادرای شبکه 7 باشین، ما
در خدمتتون خواهیم بود. وقتی که کانال شبکه هفتو بگیرین، جوانان هستن، عزیزان دیگه هستن توی زوم، توی استودیو، خلاصه برنامه‌های بسیار شاد و متنوعی خواهیم داشت و میدونم کلی بهتون خوش خواهد گذشت. و یک خبر خیلی خوب دیگه هم براتون دارم. بعد از عید نوروز ما یک چالشی رو گذاشتیم که چالش مطالعه کتاب مقدس در یک سال هستش، البته عهد جدید، که میخوایم اونو شروع کنیم و داریم برنامه ریزیاش رو انجام میدیم. به امید خدا وقتی شروع کردیم تو تمام سوشال میدیا و قسمت های برنامه های لایو اعلام خواهیم کرد. از خود اول کلام خداوند عهد جدید شروع میکنیم تا آخر کتاب رو مطالعه میکنیم و هر روز بهتون میگیم که چه بابهایی و چه فصلهایی رو شما میتونید شروع کنید و بخونید تا با امید خدا تا سال 1401 دیگه شما یک دور کامل عهد جدید رو مطالعه کرده باشید، عمیق، چون که در موردش بحثم خواهد شد، صحبتم خواهد شد. خیلی هم عالی، من خیلی مشتاق هستم که این مطالعه کتاب مقدس رو شروع کنیم و هر روزه ما کلام رو بخونیم تا کلام خداوند مثل غذا در بدن روحانی ما تغذیه بشه و برکت رو در خودمون جاری کنیم. آمین. بسیارم عالی. اما دنیس عزیز، سوال کردن عزیزان که آیا شما در آینده تلگرام یا مثلا فیسبوک، یوتیوب، کانال دیگه هم خواهید داشت یا فقط شما رو میتونید داخل اینستاگرام داشته باشیم؟ بله، دل ما این هستش که همه جا حضور داشته باشیم. این دل ماه، دوست داریم که توی همه پلتفرم‌ها، حالا نه فقط تلگرام و جای دیگه، بلکه توی برنامه‌های دیگه مثل اسنپ‌چت و جای دیگه هم باشیم. ولی در حال حاضر تنها راه ارتباطی با ما فقط و فقط از طریق پیج جوانان هفت خواهد بود. اونجا هم میتونید سوال بپرسید، هم میتونید با ما در ارتباط باشید، هم میتونید توی لایوها، توی برنامه هامون شرکت بکنید. از طریق پیج جوانان هفت میتونید با ما ارتباط کامل داشته باشید. فعلا ما حضورمون فقط در اینستاگرام و در این پلتفرم خواهد بود، از طریق پیج جوانان آندرلاین هفت خواهد بود. ولی دل ما این هست که در آینده هم جای دیگه باشه، مخصوصا تلگرام، ولی در حال حاضر فقط از طریق اینستاگرام. بسیار عالی، مرسی. پس راه ارتباطی فعلا اینستاگرام هست جوانان عزیز. و عزیزانی هم که سنتون بالا هستش، اشکال نداره، فقط مختص جوانان نیست، مثل خود من کسنم اونقدر بالا نیستش. دل جوان مهمه برادر عزیز. آره بابا، اینقدر نباید بگیم سنمون بالا هستش. آره بله، خب خدا رو شکر براتون. ما هر سری که برنامه دست خدا رو داریم، دعای نجات رو هم میخونیم برای عزیزانی که میخوان قلبشون رو به عیسی مسیح بدن. امروز دوست دارم که جوانان که میخوان امروز قلبشون رو به مسیح بدن، دنیس عزیز شما براشون دعا کنی و مشتاقانه میدونم که منتظر هستن جوانان که با شما دعای نجات رو خونده باشن و این برکت رو به قلب و زندگیشون جاری کنیم. بفرمایید عزیزی. خب عزیزانم، جوانا و حتی کسایی که حالا خودشون رو جوان نمیدونن، در خب سنشون میگن بالاست، ولی اگه این صحبت، اگه این شهادت قلبت رو تحت تاثیر قرار داد، دوست داری که تو هم عیسی رو بشناسی، دوست داری که تو هم آزاد باشی از هر دردی، از هر قصه، از هر افسردگی، دوست داری که فریاد بزنی من آزادم، دوست داری که فریاد بزنی نام خداوند و بگی من میخوام آزاد باشم از هر خرافاتی، همین الان کاری نداره، چشتو ببند و با من این دعا رو بکن. بگو ای خداوند، ای پدر آسمانی، میشناسم تو رو. خداوند، امروز شنیدم که تو چه کارهایی در زندگی دنیس کردی و همسال دنیسا. دوست دارم که منم این برکت‌ها رو، این شفاها رو توی زندگی، توی خانواده‌ام داشته باشم. عیسی مسیح، من میدونم که تو خدای زنده هستی. من میدونم که تو جونتو به خاطر من روی صلیب دادی و پس از 3 روز از مردگان برخاستی و به آسمان صعود کردی و به دست راست پدر آسمانی نشستی. میدونم که زنده هستی، میدونم که عمل میکنی همین الان توی همین لحظه. میدونم که تو خدای زنده و خدای حقیقی هستی، تنها خدایی هستی که
میشه از طریق ایمان به تو نجات پیدا کرد. میخوام که وارد قلبم بشی، میخوام که وارد زندگی من بشی، میخوام که تو شماره یک زندگی من باشی، نامبروان شماره زندگی من باشی، و دوست دارم که از طریق تو خداوند از هر قصه، از هر افسردگی نجات پیدا کنم، شفا رو در من جاری کنی پدر. بذار که خداوند از طریق تو یاد بگیرم که چطور میتونم تغییر کنم توی شخصیتم، توی زندگی. خداوند اعتراف میکنم که گناه کنم، اعتراف میکنم که از تو دور بودم، اعتراف میکنم که خیلی کارات توی زندگیم کردم که اشتباه بوده. دوست دارم ازش توبه کنم و برگردم. عیسی مسیح، تو خدای زنده هستی و من تو رو به عنوان خدای زنده خودم قبول میکنم و دعوتت میکنم که وارد قلب من بشی. در نام عیسی مسیح، آمین. اگه این دعا رو با من کردی، بدون که عیسی مسیح توی زندگیت اومده و بدون که از همین الان زندگی تو کلیک خورده و میتونی با عیسی مسیح عاشقانه رابطه زندگی داشته باشی و شاد باشی، شاد باشی و شاد باشی. آمین. مرسی دنیس عزیز، خدا بهت برکت بده. تقدیم شکرگزاری به خداوند که این عزیزان وارد ملکوت شدن و وارد خانواده هفت شدن. خدا رو شکر. شما عزیزان رو در کلیسای هفت روز جمعه ملاقات خواهیم کرد. حتما کلیسای هفت رو ببینید. فردا پنجشنبه برنامه من بیدار و تعبیر خواب و رویا توسط دکتر هرمز شریعت و خواهر دانل عزیز. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. دست خداوند همراه شما. میشیم ما تشنه به بدنمون گرما میدیم با لرتش زون زیر پوسنو که بینی یا قرمه سرده کابشنم کو حتی یه پونی برم باشه ممنون دوست دارم سری بزنم بیرون آخه میترسم که برفا آب بشن زود سرده این شال منه که سرده میاد به تنه بیب جا تو دست دو تو جیب آو تو بغرم میگیرم اده میریز چیکی چیکی قمی لوی در دیوار تو دست تو هم از اون کندی یای کندی شو من هم از هرچی فرم رسمی باشه در بیام اینا رو نمیبینی تتی داد به تتی داد این گل سفیدارو میبینی داره میاد تو صورت